سلام علیکم حاجه عصر شما بخیر؟ چی حال دارین؟ خوب هستین؟ سلامت باشین در سایه ولی عصر در پناه باشین یک چیزی میخواستم سوال کنم یک مسئله را که از اقوام زویل ارحام ما قبلا وفات کرده او و یک صغیر از او در جا مانده تقریبا سه ساله چهار ساله است و می کاکای حق نمیته میگه که از نظر شرعی حق نداره و پدرشم او بچه هم پیش از فوت پدر خود شهید شده اینال سغیر از این حق میبر از نظر شرعی و از نظر قانون مدنی افغانستان از شما دمی بارا اگر روشنایی بیندازین خیلی ممنون شما میشم خداوند شما رو در حفظ خود نگاه خب ظاهرا سوال این بیننده محترم درباره ارث هست بلیم. که فردی از دنیا رفته و نوه از او به جا مانده به این صورت نوه به جا مانده که پسر او که پدر این فرزند باشه قبل از ای که خود این پدر از دنیا بره فرزندش از دنیا رفته بلیم. و حالا که پدر از دنیا رفته اموها و پسرهای دیگری که از اون مرد به جا ماندن که اموهای فرزند میشوند ارث به این بچه خورده که طفل سه ساله چهار ساله است نمیدن درست از لحاظ شرعی و قانون مدنی جواب بله بله این به طبیعی که مگه ساده تر ما بگوییم یک شخصی بوده چند دانه اولاد داشته بله که یکی از اولادهای ازی بازم خدمت شما کنم اولاد داره منتها امو شخصی که فعلا اولادش موجوده او قبل از پدر بزرگ از دنیا رفته بله. پدر بزرگ زنده یه بعد از مدتی پدر بزرگ چی میره؟ از دنیا میره حال سوال ایه که از امی پدر بزرگ به همین نوه چیزی ارس میرسه, ارس میرسه, ارس. میرسه یا نه میرسه. در حالی که از پدر بزرگ چند بچه دیگه هم مانده بچه درست. پس چند اولاد مانده از پدر بزرگ و یک دانم نوه مانده سوال بندی خدا میست که آیا به نوه ارس میرسه یا نه خدمت ازی بیننده عزیز اگر صدای ما رو میشنه و تصویر ما رو میبینه خدمتشان شان کنم امور رقم که کاکاهایش گفته و کاکاهایش صحیح میگه بله. یعنی با بودن فرزند اگر یک شخص از دنیا رفت و فرزند ازش باقی ماند حالا یک دانه یا دو دانه یا سه دانه فرزند فرق نمیکنه دختر باشه یا چی باشه پسر, باشه. پسر باشه. نوبت ارث به نوه نمیرسه بله پس کاکایش حق داره که به این شخص که نوه هم در این حال که کوچک هم از خوردم است اما ارث نمی رسد دیگه از نظر شرعی و قانونی و قانون مدنی افغانستان مخصوصا احوال شخصی که برگرفته شده از فقه جعفری هم همین میگه که به این نوع ارث نمی رسد چرا چون نوه بعد از فرزنده هست. یعنی طبقه اول فرزندان اون شب میت هستن که با وجود طبقه اول ارث به طبقه دوم خوب شد که شما یک اشاره کردین ارس. و درود بر شما ما نمیخواستم وارد از این قضیه شویم چون مقدار قضیه پیچیده است اما خب چاره ای نیست چون شما گفتین ما وارد بشیم خشونده. ما طبقات ارث سه طبقه است بله. در این حال که زن و شوهر او حسابش جداگانه طبقه اولی که از انسان ارث میبره پدر انسان است و مادر انسان و فرزندان انسان و فرزند فرزند ای که میگیم فرزند فرزند در فرضیه که خود فرزند نباشه بله. خود فرزند اگر باشه دیگه نوبت به نوه نمیرسه. و نبیره و نتیجه و ندیده نمیرسه این طبقه اوله پس با بودن پدر و مادر و فرزند نوبت به طبقه دوم نمیرسه طبقه دوم کیست؟ طبقه دوم خدمت اجداد انسانه یعنی جد انسانه و برادران و خواهران انسانه. پس با بودن پدر و مادر و فرزند نوبت به طبقه دوم اصلا نمیرس. نمیرسه حتی با بودن نوه بازم نوبت به طبقه دوم نمیرسه نمی این شد طبقه دوم حالا طبقه سوم عموی انسان کاکای انسان خاله انسان داید. مامای انسان و فرزندان از اونایه که وقتی از طبقه اول و دوم هیچ کس نبود نوبت به طبقه چی سوم میرسه ولی زن و شوهر اگر ش... زنی بمره شوهر هم در کنار طبقه اول میتونه باشه هم در کنار طبقه دوم میتونه باشه هم در کنار طبقه سوم و از اون طرف اگر خدمت شما شوهری بمیره خانوم هم در کنار هر از این طبقه هم میتونه چیه؟ ارث ببره یعنی ارث زن و شوهر یک حالت خاصیه از دعاهای حضرت زهرا سلام الله علیها نکات زیبایی در اون دعا بود یک بخشش این جمله زیبا بود که خداوند را شکرگزاری می کرد بانو و به این ترتیب که خدای من تو را شکر می کنم به خاطر هر قطره بارانی که بر روی کره خاکی و بر روی زمین می بارد, می بارد و واقعا انسان تعجب می کند که خب این باران مال همه انسان ها هست مال کل جهان هست چطور یک آدم می تواند اینقدر دید وسیعی داشته باشد که خدا را به خاطر قطرات باران شکر گذاری کند که اینها از نشانه های فهم و بصیرت کامل هست درسته؟ دقیقا همین توریست شما ببینید به هر پیمانه ای که انسان معرفت یعنی شناخت بله. بیشتر داشته باشد جزئیات را و ریزکاری ها را بیشتر می بیند شما اگر در برابر یک تابلوی هنری بسیار بسیار زیبا قرار بگیرید دو حالت دارید نسبت به اون تابلو گاهی وقت هست که اصلا از هنر نقاشی و از این صنعت و از این هنر چیزی نمیدانید نگاه بکنید فقط یک چارچوب یک خطوطی را حد اکثر ببینید اما یک کسی که اندکی وارد هست قدمی جلوتر می رود و بخشی از خصوصیات هنر را در می آبد. اما یک کسی که متخصص است به پیمانه تخصص خود ریز های را که در آن وجود دارد در و چه بسا اون متخصص در این فرد در برابر یک اثر هنری شگفت زده می شود ولی آمی. یک فرد عامی اصلا به او توجه نمید. نمی کند و چیزی به نظر او یک امر بسیار ساده و چه بسا یک قطعه کاغذ و یک قطعی چوب باشد بله. همین گونه است در برابر یک سخن در برابر یک شعر در برابر یک کلام آنی که کلام شناس است و آنی که شعر شناس است و آنی که فهیم هست کلمات را گاهی وقت من دیدم در همین روزها در برابر یک سخنی یک فردی اظهار کرده بود که من وقتی این جملات رو میخوانم در برابر یک سفره آسمانی خود را احساس میکنم در برابر یک ماده آسمانی دقیقا همون مطلب را فرد دیگری اظهار کرده بود که وقت نیست برای این کارها چرا وقت را به این کارها تلف میکنید این دو نفر با دو پیمانه از معرفت با یک کلام و به یک متن این گونه برخورد داشتن خب من ادامه همین کلامی بی بی سلام الله علیه ها را عرض بکنم فرمود ولا تحوجنا ولا تفقرنا الى احد سواک موج میزند روح بندگی و عبودیت و روح توحید در این دعا خدایا ما را نیازمند و حاجتمند کسی جز غیر خود قرار نده زیرا که همه ای ما در فقر و در نیازمندی همسانیم چرا من رو به دری نیازمند دیگری بفرستی ایمان به وحدانیت و معرفت به خداوند یکی از شرایط دعاست که انسان باید خدا را در حد غنی بشناسد و دیگران را شایسته این که نیاز خود را به درگاه او ببرد نداند و فقط و فقط به او تکیه کند و یکی از شرایط دعا اخلاص و توحید است او را مؤثر دانستن و نه هیچ دری دیگر و دستی دیگری را.